درس رو ادامه میدیم با فصل 2 Database System Concepts and Architecture. ببینید قبلن DBMS ها یه پکیج یک پارچه بودن، یه دفعه همه اون چیزی که باید توسعه داده میشد توی پکیجی ارائه میشد و به قول ما تیکه تیکه نبود، جدا جدا از هم نبود، ماجولار نبود. وقتی میگم تیکه تیکه جدا از هم، یعنی یه برنامه‌ای که همش به هم چسبیده و نمیتونید اجزایش رو از هم جدا کنید یا حداقل عمل کرد رو به یک جزء خاصی نه اینکه به یک جزء خاص، ولی منظورم این ماجولی یه قطعی از نرم افزار داشته باشید که یک وظیفه خاصی براش مشخص شده باشه و اون کار رو انجام بده و این رو مثل پازل بشه کنار هم دیگه با بقیه قرار بدید. در حالی که در DBMS جدید این طوره، یعنی ماجولار نوشته شده مثل یک قطعه پازلی است که این پازل ها کنار هم قرار میگیرن و یک سیستمی رو برای شما ایجاد میکنن. مثلا فرض بکنید توی DBMS های جدید از معماری کلاینت سرور استفاده میکنن. معماری این چیه؟ اون ساختاری که تعبیه شده که شما در توسعه نرم افزارتون میتونید ازش تبعیت بکنید برای رسیدن به یه اهداف خاصی که در مورد کلاینت و سرور توضیح میدم خدمتتون. خب توی این بحث ها که حالا رشد بحث DBMS رو داشتیم، مثلا توی بحث ساده معماری DBMS که مبتنی بر کلاینت و سروره، ما یک کلاینت ماجول داریم یا بهش میگیم ماجول مشتری یا کاربر. حالا کاربر ترجمه میشه، مشتری ترجمه میشه. ماجولم پیمانه تو فارسی مثلا میگیم، حالا نمیدونم ماجولم گفته میشه. خب ماجول کاربر روی یا کامپیوتره یا روی نمیدونم پی سیشه یا روی مثلا فرض بکنین موبایلشه، روی تبلتشه، روی لپتاپشه. به هر حال یک بخشی از نرم افزار است که روی موبایل شما حالا یا سمت کاربر قرار میگیره و این سمت بعضی از پردازش ها رو بعضی موقع ها انجام میده و بخشی از پردازش ها رو سمت یه بخش دیگه میفرسته که ما بهش میگیم سرور ماجول یا ماجول کارگزار یا ماجول سرور، که اصلی ترین کار سرور اینه که اطلاعات رو ذخیره بکنه، پردازش بکنه، نمیدونم اگر سرچی چیزی میخوایم انجام بده یه سری چک ها رو روش انجام بده. نهایتا این گونه پردازش ها سمت سرور انجام میشه. کلاینت یک پردازش های خیلی ساده ای رو شاید انجام بده، بستگی داره ما کلاینت نازک داریم، تین کلاینت و کلاینت زخیم یا تیک کلاینت، به این معنا که بعضی موقع کلاینت من هیچ کاری انجام نمیده، صرفا اطلاعات رو انتقال میده سمت سرور و کاملا همه کارا اونجا انجام میشه، که ما اینجا میگیم کلاینتمون کلاینت تین کلاینت و حالا کلاینت سبک مثلا. و اون یکی تیک کلاینت یعنی مثلا سمت کلاینت ما خیلی از پردازش یه بخشی از پردازش ها رو انجام میدیم، بخش مثلا خوبی از پردازش ها رو انجام میدیم و بقیه کارها رو به سرور میسپاریم. این حالت بیسیکش رو من الان اینجا دارم مطرح میکنم. غالبا سمت مشتری یا سمت کاربر یه سری امکانات وجود داره، فرم وجود داره، منو وجود داره، یه سری اینجور چیزا وجود داره که کاربر بتونه راحت نیاز خودش رو انتقال بده به DBMS و DBMS هم یک سمت دیگه است کارها رو انجام میده. مثلا میبینید کلاینت ماجول روی دستگاه شما نصب شده، سرور کجاست؟ اون ور دنیا روی یک نمیدونم دستگاه دیگه نصب شده و این دوتا با هم دیگه در تعاملن، اطلاعات رو از شما میگیرن، انتقال میدن، اونجا ذخیره میکنن و بالعکس. حالا این بخش بعدیش که توضیح داده تو هر بخش چی گفته، این فصل هم باز گفتم از اون فصل حفظیست تقریبا یه سری نکات پایه‌ای گفته میشه، حالا حفظی فهمیدنی که باید بلدش باشید. تو بحث مربوط به DBMS ها یکی از چیزهایی که خیلی مهم بود بحث دیتا ابستراکشن بود. تو بحث دیتا ابستراکشن ما منظورمون این بود که تا حد ممکن جزئیات نحوه ذخیره سازی، پیاده سازی و سازماندهی
داده ها رو از کاربر مخفی بکنیم، یعنی اگه لازم نیست نشونش ندیم، بهش انتقال ندیم و صرفا اون تیکه های مهم رو براش برجسته بکنیم که فهم بهتری از این موضوع داشته باشه، تا درک بهتری داشته باشه. البته وقتی من به شما میگم کاربر یا حالا اون مشتری شما، چون ما انواع کاربران رو داریم تو سطوح متفاوت، برای هر کدوم از اینها بعضا شما باید یک لول دیتا ابستراکشن داشته باشید. یعنی مثلا فرض بکنید یکی که مدیر سازمان خیلی جزئیات نمیخواد درگیر بشه، یه جور مد نظره، یعنی یه سطحی از انتزاع براش لازمه، ولی یکی که مهندس تو سازمان یا بخش آیتی سازمان کار میکنه و کارشناس اونجاست، شاید درک بهتری از دیتا احتیاج داشته باشه. لذا شما مجبوری لول انتزاع رو پایین تر بیاری، کمتر بعضی از جزئیات رو حذف بکنی که برای طرف مقابلت قابل فهمتر باشه و اون چیز رو که میخواد درک بکنه. این وسط ما برای این که بتونیم به اون دیتا ابستراکشن برسیم، یه سری ابزار میخوام که اینجا دیتا مدل، حالا ببین ابزار همیشه یه نرم افزار نیست، منظورم یه دیتا مدل، یه مفهوم دیتا مدل. که چیه دیتا مدل؟ میبینید اینجا نوشته a collection of concepts that can be used to describe the structure of a database. یعنی عملا یه ابزاریه که مجموعه از مفاهیم رو داره که به ما کمک میکنه ساختار یه پایگاه داده ها رو توصیف بکنیم. جلوتر بریم مثلا میگم دیتا مدل رابطه‌ای که حالا در موردش قبلا هم صحبت کردیم، تو دیتا مدل رابطه‌ای میگیم ببین ما نمودار ER داریم برای که به مشتری بتونیم خیلی بفهمونیم، به مثلا اون مطالبی رو که لازمه تو لایه انتزاعی بهش بفهمونیم. شما میتونی ER رو به این شکل بکشی. تو لایه پایین‌تر جدول داریم، اطلاعاتمون رو تو جدول می‌ریزیم. خب لایه انتزاعمون یه مقدار اومده پایین‌تر که حالا تو دیتا مدل‌های متفاوت با هم فرق می‌کنن. مثلا دیتا مدل شیگرا تو بحث کشیدن این استراکچر یک دیتابیس، مثلا می‌بینید شما لازمه کلاس دیاگرام مثلا بکشید. خب وقتی هم من میگم اینجا ساختار یک دیتابیس، مد نظر ما از ساختار یک دیتابیس چی است؟ انواع داده‌ای که توش داریم، روابط داده‌هایی که داریم، محدودیت‌ها و قوانینی که بین داده‌ها وجود داره، تمام اینها توی چیز قرار میگیره، توی ساختار یک پایگاه داده‌ها قرار میگیره. یعنی ما وقتی میگیم وقت بحث ساختار میکنیم، خب خود داده‌هایی که باید ذخیره بشن، اون نوعشون، انواعشون و رابطه‌هاشون و محدودیت‌هاشون و قوانینی که روشون حاکمه، همه اینها هستن. کنار این که بعضی از مدل‌های داده‌ای یه سری اپریشن‌های دیگه‌ای را هم که حالا اینجا نوشته بیسیک اپریشنز، یعنی یه سری اعمال پایه‌ای رو هم در نظر می‌گیرن که این اعمال پایه‌ای استفاده میشه برای بروزرسانی اطلاعات، نمیدونم خوندن اطلاعات، نوشتن اطلاعات. تمام اینها ما داریم تو دیتا مدل، مثلا تو بعضی از دیتا مدل ها داریم، ولی تو دیتا مدل رابطه تمام این اپریشن ها رو داریم و میتونیم ازشون استفاده بکنیم. البته بعضی از مواقع نگم، ولی دیتا مدل ها اومدن این کار رو کردن، میگن که ببین اگر من صرفا بخوام دقت به این داشته باشم که اطلاعات رو بریزم بخونم و یه آپدیت ساده روشون انجام، یه آپدیت انجام بدم، درسته که کار مشتری رو راه میاندازه، کار کسی که میخواد از DBMS استفاده کنه رو راه میاندازه، ولی DBMS ها رو ما میتونیم قوی تر بکنیم و دیتا مدل ها این اجازه رو برای ما میدن، اومدن چنین چیزهایی رو فراهم کردن که اگر یک دیتابیسی، یک DBMSی، اینجوری بگم یک DBMSی میگه من دیتا مدل رابطه ای رو برای شما محقق میکنم، یعنی میتونید با این دیتا مدل رابطه با من کار بکنید و توی من مطرحه و من میتونم باهاش کار بکنم، میام غیر از اون بیسیک اپریشن ها یا اعمال پایه‌ای، یه سری اعمال دیگه رو هم خدمت شما ارائه میکنم، یعنی یه سری کارهای دیگه رو هم میتونم انجام بدم که شما بتونید رفتارها و جنبه های پویای نرم افزار خودتون رو هم توش مدل بکنید.
یعنی چی رفتارهای پویا؟ ببینید بعضی از کارها رو، یا قبلا اینجوری بوده که ما هر کاری میخواستیم انجام بدیم به سمت اپلیکیشن مینوشتیم، صرفا مثلا ریختن تو پایگاه داده، برداشتن تو پایگاه داده ها و مثلا یه آپدیت ساده رو انجام میدادیم. مثلا شما فرض کنید قدیمی ترها احتمالا این کار رو انجام میدادن، ولی توی جدید ترها ما حتی بعضی از اعمال رو میتونیم ببریم سمت DBMS. یعنی چی؟ یعنی مثلا من برم تو سمت DBMS هم، تو DBMS هم مثلا بگم که ببین معدل برام حساب کن، نمیدونم فلان قاعده رو برام چک کن، خودت حواست باشه فلان جا اشتباهی رخ ندهد. این مثال نمیزنم بعضی از اینها رو به خاطر که هنوز جلو نرفتیم که من بتونم مثلا مثال ریز خدمت شما بگم، ولی یه مثال ریزش که قابل فهمه همینی بود که خدمت شما عرض کردم. مثلا compute GPA یعنی معدل رو حساب بکن. یعنی من به دیتابیس میگم به معدل رو حساب بکن، خودم نوشتم، این یه تابعه توی مثلا میبینید نوشته user defined operation، یعنی یه سری اعمالی که توسط یوزر تعریف شده. من توی DBMS میتونم برم یه تابعه بنویسم، تو اون تابعه نحوه محاسبه معدل رو بنویسم، این دیگه تو سمت دیتابیس داره انجام میشه. بعد مثلا بگم compute GPA، یعنی اسم اون تابعه گذاشتم compute GPA و اونجا برام چیکار بکنه؟ معدل رو برام حساب بکنه و برگردونه. اگر من چنین قابلیتی رو سمت DBMS نمی داشتم، باید تو کجا اینو می نوشتم؟ توی کدم این رو پیاده سازی می کردم، تو اپلیکیشنم اینو پیاده سازی می کردم. در حالی که این قابلیت باعث شده خیلی کار من راحت بشه و من بتونم سمت DBMS هم این کار رو انجام بدم. اینم به دلیل اینکه خب دیتا مدل هایی که ما داریم اجازه چنین کاری رو به ما میدن، یعنی به ما اجازه میدن تا بتونیم چنین کار رو انجام بدیم.